برای اجرای کادر Layer Properties Manager میتونیم از روش هایی که گفتیم استفاده کنیم. روی سربرگ هوم کلیک چپ میکنیم، در گروه Layers میتونیم روی Layer Properties کلیک چپ کنیم و یا در نوار ابزار Layers میتونیم در واقع روی آیکون Layer Property Manager کلیک چپ کنیم تا به کادر Layer Property Manager برسیم. همونطور که در این کادر ملاحظه میکنید، اینجا گزینه هایی مثل Status، Name که من مکان نما رو دارم روش قرار میدم، On، Freeze، Lock، Color، Line Type، Line Width، Transparency وجود داره. شاید بعضی از اونها یه حالت نقطه چین باشن. من ابتدا با قرار دادن مکان نما در این قسمت و تبدیل اون به یک فلش دو سر و کلیک چپ کردن و نگه داشتن کلیک چپ، میام کادر رو یه مقداری بزرگتر میکنم. با قرار دادن مکان نما بین استاتوس و نیم، علامت مکان نما تبدیل به یک فلش دو سر میشه، گزینه ها رو به حالتی که خانه باشن تبدیل میکنم. با قرار دادن مکان نما بین فریز و لاک، یه فلش دو سر تبدیل میشه، کلیک چپ میکنم و کلیک چپ رو نگه میدارم. اصطلاحاً با درگ کردن دارم گزینه ها رو تنظیم میکنم. اینجا هم که لاین ویت رو داریم و اینجا هم که ترانسپرنسی رو داریم با کلیک چپ کردن، و کلیک چپ رو در مکان نما رو در این قسمت نگه میدارم تا یه فلش دو سره دوباره تبدیل بشه. کادر رو دارم بزرگ میکنم به نحوی که بتونیم تمامی گزینه های اون رو ببینیم. اینجا هم بین گزینه پلات و گزینه نیو، خب باز مکان نما رو در این قسمت قرار میدم تبدیل به یک فلش دو سر بشه تا دقیقا بتونم تمامی گزینه ها رو به این حالت مرتب ببینم. اولین آیکونی که این بالا در این قسمت وجود داره آیکون نیو لایره، که با استفاده از این آیکون میتونیم لایه های جدید رو بسازیم. با هر بار کلیک چپ کردن بر روی این آیکون یک لایه به نام لایه پیشفرض لایر وان ایجاد میشه. ببینید، من میخوام در ابتدا چند تا لایه ایجاد کنم. حالا قبل از اینکه بیام این لایه ها رو، این کادر رو براتون اینجا توضیح بدم، من یه بار میام اینجا روی کلوز در کادر لایر پراپرتی منیجر کلیک چپ میکنم و میام برای خودم یه سری ترسیماتی رو انجام میدم با اطمینان از خالی بودن خط فرمان. در نوار ابزار درا روی آیکون لاین اینجا من کلیک چپ میکنم، خاصیت ارتو مود رو هم فعال میکنم، یه نقطه مثل اینجا کلیک چپ، یه نقطه مثل اینجا کلیک چپ میکنم، کلید انتر رو میفشارم، روی آیکون رکتانگل کلیک چپ میکنم، یه نقطه مثل اینجا کلیک چپ به عنوان فرست کورنر و اینم به عنوان آدر کورنر کلیک چپ میکنم، روی آیکون سیرکل کلیک چپ میکنم، یه نقطه مثل اینجا به عنوان سنتر پوینت کلیک چپ میکنم، رادیوس آف سیرکل هم یه نقطه مثل اینجا کلیک چپ میکنم. ببینید، من الان براتون سه تا موضوع ترسیم کردم و میخوام این پاره خط رو در لایه لاین قرار بدم، این رکتانگل رو در لایه رکتانگل قرار بدم و این دایره رو در لایه سیرکل قرار بدم. این بار برای اینکه به کادر لایر پراپرتیز منیجر برسیم از روش دیگه میرم، سربرگ هوم، گروه لایرز، روی آیکون لایر پراپرتیز کلیک چپ میکنم. ببینید دیگه این تنظیماتی که من اومدم برای این گزینه ها انجام دادم، این دیگه برای ما ثابت باقی مونده. اگر روی آیکون نیو لایر کلیک چپ کنیم، اینجا برای ما میاد یک ردیف جدیدی رو ایجاد میکنه و در قسمت نیم من براش مینویسم لاین، حالا به زبان انگلیسی هم میتونیم این رو بنویسیم لاین، و سه تا گزینه داره، آن، فریز، لاک، در ادامه خدمت رو میگم. با کالر که آشنا هستیم، رنگش رو من میام قرمز میدم، روی اوکی کلیک چپ میکنم و لاین تایپ، اینجا من یه خورده لاین تایپ هم بیام بزرگش کنم. دقیقا ببینید نوع خطش کانتینیوسه، که من اگر بخوام یه نوع خط خاصی رو بهش بدم، اینجا میتونم بیام روی کانتینیوس اینجا کلیک چپ کنم و از لود نوع خط مورد نظر رو اینجا اضافه کنم و با کلیک چپ کردم و اوکی کردم به اون برسم. و در واقع لاین ویت هم باز دقیقا به همین حالته که با کلیک چپ کردن اینجا روی دیفالت، و مثلا من اینجا میام برای خط 14 رو انتخاب میکنم، اوکی میکنم
و اگر باز دوباره این مکان نوار در این قسمت قرار بدم که دقیقا بتونیم اینها رو ببینیم و یه سری گزینه هایی داره که در ادامه توضیح اینها رو خدمتتون میدم. لایه بعدی که میخوایم بسازیم رکتنگل، باز روی آیکون نیو لایر اینجا کلیک چپ میکنیم و اینجا من مینویسم رکتنگل، آره REC تایپ میکنم رکتنگل که آن فریز لاک رو توضیح میدم خدمتتون. برای کالر روی رد اینجا کلیک چپ میکنم و اینو مثلا این بار سبز میدم، اوکی میکنم. حالا بازی خورده اینو بزرگ کنم که بتونید اینها دیده بشه، وایت رد گرین و نوع خطم که دیدیم خدمتتون. لاین ویت رو اینجا میام در واقع همون حالت دفالت خودش میدم، اوکی میکنم و گزینه دیگه هم اینجا فعلا وجود نداره. برای موضوع بعدی سیرکل بود، روی آیکون نیو لایر کلیک چپ میکنم، اینجا سیرکل رو تایپ میکنم. حالا میتونید کامل یا حتی مخفف تایپ کنید و آن فریز لاک رو توضیح میدم و رنگش رو میام یه رنگ مثلا بنفش انتخاب میکنم، اوکی میکنم. حالا یه خورده باز مکان نوار اینجا قرار میدم فلش دو سره که بتونیم دقیقا رنگ رو ببینیم. لاین تایپ هم اینجا میتونیم حالا بیایم یک لاین تایپی بهش بدیم. من میام اینجا روی لود کلیک چپ میکنم و مثلا نوع دات رو بهش میدم، یا اصلا اینجا میتونید با استفاده از این لغزنده پایین بیایم و خود دات رو با کلیک چپ کردن انتخاب کنیم. اینجا دات برای ما اضافه شد، روی دات کلیک چپ میکنیم، روی اوکی کلیک چپ میکنیم. اینجا اگر ملاحظه کنید لاین تایپ برای ما نوع دات شد. خب ببینیم، من اینجا روی کلوز کلیک چپ کنم تا یه نکته خدمتتون بگم. ما در ابتدا اومدیم موضوعات ترسیمی رو با لایه صفر رسم کردیم، پس این نکته مد نظرتون باشه. من دارم کاربردی ترین روش رو خدمتتون عرض میکنم. من در ابتدا اومدم تمام موضوعاتی رو که داشتم، حالا امکان داره شما در یه پروژکتی باشین که شامل چندین شیت نقشه باشه، میتونید در ابتدا تمام موضوعات رو با لایه صفر بیاین ترسیم کنین و در ادامه بیاین مثل من روی لایر پراپرتیز اینجا کلیک چپ کنین و یه سری لایه هایی رو برای خودتون ایجاد کنین. آیکون بعدی آیکون در واقع نیو لایر وی پی فروزن این آل ویو پورس که در فضاهای شیت میشه با اونها کار کرد. آیکون بعدی آیکون دلیت لایر که از این آیکون برای حذف لایه انتخابی استفاده میشه، با هر بار کلیک چپ کردن بر روی این آیکون یک لایه حذف میشه. و آیکون بعدی هم که بسیار مهمه ست کارنت، این آیکون برای جاری کردن لایه انتخابی استفاده میشه، به طوری که بعد از این مرحله سایر موضوعات ترسیمی در این لایه قرار میگیرن. اگر بخوام این رو توضیح بدم خدمتتون این یعنی چه، اینجا اگر در این قسمت ملاحظه کنید الان کارنت لایر ما لایه صفره، الان کارنت لایر ما لایه صفره. اگر بیایم اینجا روی کلوز کلیک چپ کنیم، حالا قبل از اینکه اصلا روی کلوز کلیک چپ کنیم یه نکته دیگه اینجا خدمتتون بگم. الان با توجه به اینکه لایه ما لایه جاریه، کنار نیم لایه صفر یه تیک سبز رنگ خورده، یعنی این لایه لایه جاریه. حالا جدا از این مشخصه، اینجا اگر من روی کلوز کلیک چپ کنم، اگر در حالتی که مکان نما در حالت خارج از فرمان مکان نما رو روی موضوع نگه دارم، اینجا داره برای من مشخص میکنه لایه این موضوع چیه، لایه صفره. اگر بیام مکان نما رو روی این موضوع نگه دارم، اینجا برای ما در یک تول تیپ میاد مشخص میکنه لایه ما لایه صفره. و اگر مکان نما رو در این قسمت هم قرار بدم، باز داره برای ما مشخص میکنه که لایه این موضوع لایه صفره. این نشون میده لایه صفر برای ما جاریه. اگر در گروه لایرز اینجا هم ملاحظه کنید و یا اگر در نوار ابزار هم اینجا ملاحظه کنید، الان لایه صفر برای ما لایه جاریه. هر ترسیمی رو که ما انجام بدیم در لایه صفر برای ما قرار میگیره. بعد از اینکه یک لایه رو اومدیم جاری کردیم، یه تیک سبز رنگ کنارش قرار میگیره، مجددا روی لایر پراپرتیز کلیک چپ میکنیم، گزینه استاتوس رو داریم که اینو خدمت توضیح دادم. این گزینه بیانگر وضعیت لایه است که میگه لایه چه وضعیتی داره. تیک سبز رنگ نشان دهنده اینه که لایه در وضعیت جاری قرار داره. تصویر یک متوازی الاضلاع روشن، ببینید الان اینجا ما برای سیرکل لاین رکتانگل یک متوازی الاضلاع روشن آبی رنگ داریم. نشان دهنده اینه که امکان حذف لایه وجود نداره چون در ترسیم از این لایه استفاده شده. و تصویر یک متوازی الاضلاع تیره، اینجا هم باز متوازی الاضلاع رو
داریم میبینیم نشان دهنده اینه که امکان حذف لایه وجود داره چون هیچ موضوعی ترسیمی از این لایه استفاده نشده. الان ببینید ما برای لایه سیرکل، لاین و رکتانگل هنوز ما برای لایه سیرکل، لاین و رکتانگل هنوز هیچ لایه‌ای رو نیومدیم به موضوعات اختصاص بدیم. آیا میتونیم در واقع این لایه رو پاک کنیم روی رکتانگل؟ اینجا البته قبل از اینکه پاک کنم چک کنم رنگش گرین بوده، کانتینیو دیفالت. روی رکتانگل کلیک چپ میکنم و اینجا روی آیکون دلت لایر کلیک چپ میکنم. ملاحظه کنید من میخوام ببینم آیا پاک میشه یا نه. ببین خیلی راحت پاک شد. چرا پاک شد؟ چون در واقع لایه رکتانگل رو ما به هیچ موضوعی اختصاص نداده بودیم. یه بار دیگه ملاحظه کنید من برای ایجاد این لایه روی آیکون نیو لایر کلیک چپ میکنم و در واقع نیمش رو میام اینجا رکتانگل میذارم و رنگش رو فکر میکنم گرین بود سبز میذارم و نوع خطش هم کانتینیو بود و در حالت دفالت بود. در حالت دفالت بود. ببین ما هیچ با توجه به اینکه هیچ موضوعی تحت این لایه ها قرار نگرفتن خیلی راحت اینها پاک میشن. گزینه بعدی گزینه نیمه که در واقع ما میتونیم با دو بار کلیک چپ کردن خیلی راحت اینها رو نامشون رو تغییر بدیم. اگر روی سیرکل کلیک چپ کنیم و F2 رو بزنیم میتونیم خیلی راحت نام رو تغییر بدیم.